سلام عزیزانم، وقتتون بخیر. با قسمت جدید چهارشنبه نفتی خدمتتون هستم با روایت‌های جدیدی از قصه نفتم. توی قسمت قبلی اگه خاطرتون باشه خدمتتون عرض کردم که دارسی و دولت انگلیس با توجه به شرایطی که براشون پیش اومده بود به چه شکل داشتن با همدیگه سعی میکردن که نفوذ خودشون رو توی کشور ایران بالا ببرن. اگه خاطرتون باشه گفتم که آقای دارسی با توجه به اون ورشکستگی یا میزان زیادی که هزینه کرده بود برای دکل‌ها و چاه‌های نفتی به مشکل خورده بود و اینجا بود که دولت انگلیس با توجه به شرایطی که برایشون به وجود اومده بود این شرایط رو برای خودش مناسب دید تا بیاد و از نفت ایران سهم زیادی رو که دیگه اون موقع دولتی بود و نه شخصی ببره و برای خودش بتونه میزان زیادی بهره‌وری داشته باشه، که البته اگه یادتون باشه خدمتتون عرض کردم دقیقاً زمانی بود که ناوگان کشتیرانی و حمل و نقل نظامی بریتانیا یا همون انگلیس قرار بود مجهز بشه به سوخت‌های نفتی و از سوخت‌های زغالی و اینجور چیزا تغییر بکنه و بره تو ناوگانی که خیلی قدرتمند میشه. خب تو همین شرایط بود که ایران یک قرارداد نفتی فروش آزمایشی با دولت برمه بسته بود که خب طبیعتاً میدونید که اونها هم زیر مجموعه یه سری کشورهای دیگه بودن، مستعمره بودن. اتفاقی که افتاد این بود که اونها میخواستن نفت ایران رو بفروشن، خیلی 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 کم داشتن استخراج میکردن و همون چیزهای سطحی که قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم، یعنی چاهی اونجا حفر نشده بود و از نفتهای سطحی داشتن برای فروش استفاده میکردن. توی همین شرایط وقتی که آقای دارسی تمام تلاششون بر این بود که سهم بیشتری رو از این موضوع داشته باشن و انگلیس که داشت میدید نیاز بر این داره که عمق نفوذ خودش رو تو کشور ایران بالا ببره و بتونه بیشتر چپاول بکنه، اومدن و در سال 1905 با مذاکرات زیادی که با دولت برمه داشتن به یک نتیجه رسیدن و بالاخره بعد از اون همه اختلاف و اون همه مشکل تونستن یک سندیکا رو تشکیل بدن. اون هم سندیکای نفتی ایران بود که مشترکاً بین ایران، برمه و دولت انگلیس به توافق رسید. این همه اتفاق جالب، شاید بهتره بگم یکی از دلایل مهمش این بود که دولت انگلیس میخواست ناوگان خودش رو ببره رو سیستم سوخت نفت. شاید خیلی الان این موضوع جلب توجه نکنه و شاید خیلی ساده باشه، اما یادتون باشه میزان راندمانی که سوخت‌های فسیلی مثل نفت داشتن چندین برابر سوخت‌های زغالی بود و ناوگان نظامی تمام تلاش خودش رو کرد که فشارهای زیادی بیاره به دولت انگلیس و اونها هم فشار بیارن به دولت برمه تا این سندیکا تشکیل بشه. توی همین روزهایی که این سندیکا تشکیل شد انگلیس به واسطه آقای رینولدز اومدن و تمام اون چاها و اون کارهایی که کرده بودن تو اون منطقه رو دراشون رو بستن و ابزارشون رو جابجا کردن. تمام تجهیزات رو برداشتن بردن یه جای جدید چون میخواستن سهم بیشتری از نفت ایران داشته باشن. کجا رفتن؟ یه جایی نزدیکای تفتان، جایی بود که بهش میگفتن چراگاه قوم یا ایل بختیاری. حالا چه اتفاقی داشت می افتاد؟ اون موقع حال و روز ایران چطوری بود و داشت چه شکلی به سر می برد کشورمون ایران؟ با توجه به نارضایتی هایی که از رضا شاه و حالا شرایط فعلی روز داشتن، روحانیون خب سرشته کار رو گرفته بودن و داشتن مردم رو رهبری می کردن بین سال 1905 تا سال 1906. توی همون روزا بود که اختلافات زیادی به وجود اومده بود و به شدت رضا شاه تحت فشار بود. اولین و مهمترین و
کلیدی ترین فشاری که روش بود بابت همون قرارداد 7 ساله‌ای بود که با انگلیس و یا آقای دارسی بسته بود. خب مونوپول تمام نفت ایران رو در اختیار ایشون قرار داده بود و این یه چیز عجیب غریب بود و روحانی ها و مردم و حتی اطرافیان رضا شاه از این موضوع بسیار ناراضی بودن. توی همین شرایط بود که کشور عزیزمون تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، شهرهای مختلف دچار آشوب و به هم ریختگی شده بودند و بیشتر بازارها و مغازه ها اعتصاب میکردن و کار خودشون رو تعطیل میکردن. توی همین شرایط بود که سال 1906 اون توافقی که بین قم و ایل بختیاری و همین سندیکا و شرکت که داشت نفت رو سعی میکرد استخراج کنه یه جورایی به هم خورده بود. این نارضایتی به اونا هم رسیده بود و اونا دیگه که از ابتدا قول داده بودن حمایت کنن و امنیت اون فضا رو برای سندیکای نفت ایران ایجاد بکنن دیگه شکل نگرفته بود. حالا چه اتفاقی داشت از سمت سندیکا میافتاد؟ اونا هم قول داده بودن که به تمام مردمی اون اطراف بیان پول بیشتری بدن بابت حقوق و روزمرگی و تمام چیزهایی که نیاز دارن و از طرفی سهامدارشون بکنن توی این سندیکا و استخراج نفت. اما این توافق به خاطر شرایط روز و فعل اون زمان ایران به هم خورده بود و دارسی که داشت میدید داره امنیت اون منطقه به هم میخوره به سفارت انگلیس یک نامه ای زد و درخواست کرد که یه تعداد براش نیروی نظامی بفرسته. سفارت انگلیس که شایعه رو بد دیده بود و احساس میکرد که ممکنه به تجهیزات و ابزار و اینجور چیزاش آسیب برسه و این فضا رو از دست بده با خواسته آقای دارسی موافقت کرد و 2 افسر و 20 سرباز و یک کمی تجهیزات نظامی رو در اختیار ایشون گذاشت تا بتونن ازش حمایت کنن. توی همین زمان ها بود که ایران داشت سلطنتش تغییر میکرد و داشتن رضا شاه رو بر میداشتن تا شخص دیگه ای رو بذارن، با توجه به اینکه خب تو اون شرایط هم بحث نارضایتی داخلی بود هم یه سری بحث سیاسی بین المللی بود که ایران یه جورایی حالا مستعمره بود، بهتر خودتون میدونید. اومدن و یواش یواش راجع به قانون اساسی جدید صحبت کردن، قانون اساسی که کلا سیستمش متفاوت بود. بعد از اینکه رضا شاه از سر کار برداشته شد و مجلس ملی افتتاح شد، همون قانون اساسی جدیدی که خیلی وقت بود داشتن روش کار میکردن، تقریبا 2-3 سال اومد روی کار و شد سرلوحه حرکت و اتفاقاتی که توی مملکتمون داشت رقم میخورد. قشنگترین قسمتش اینه که مهمترین چیزی که داشت توی این قانون اساسی جدید مورد بررسی و اجرا قرار میگرفت تحقیق و برنامه‌ای بود راجع به همون قرارداد 7 ساله‌ای که رضا شاه بسته بود. خب حالا ما دیگه از این شرایط گذشته بودیم و ظاهرا داشت سه اتفاقات جدید می‌افتاد و همونطور که می‌دونید ایران سالهای زیادی مستعمره بوده به شکل‌های مختلف و متأسفانه این بزرگترین آسیبی بوده که کشور عزیزمون تا به حال خورده. توی سال 1907 و توی اون شرایطی که این توافقات داشت تو کشور شکل میگرفت بین مردم، دولت، مجلس و چیزهای شبیه این، دولت روسیه و دولت انگلیس که به شدت با هم دیگه مشکل داشتن و تو جلسات قبلی اگه یادتون باشه قسمت‌های قبلی توضیح دادم دلیلش چی بود، یواش یواش اختلافاتشون کم میشد و این کم شدن اختلافات منجر به یک اتفاق بزرگ توی ایران شد. اونا با هم دیگه تصمیم گرفتن و به توافق رسیدن که یه بخشش رو انگلیس برداره از ایران و یه بخشی از ایران رو، یه سری از مناطق رو روسیه برداره.
یه جاهایی هم آزاد گذاشتن برای حمل و نقل و رفت آمد، اونجا اسمشو گذاشتن مناطق بی‌طرف. جالبی قضیه اینه که روزها طول کشید تا اعلام عدم همکاری و اعطال کردن یه طرفه این قرارداد و اون سندیکا به دست آقای دارسی برسه. حالا تو همین حین و حال روز 25 می ماه 1908 آقای دارسی که تصمیم گرفته بودن از شدت گرمای حالا اون فضا و اینا برن تو محیط بیرونی و رو زمین بخوابن و یا حالا چیغی بزنن و استراحت بکنن، با یه تعداد سرباز رفتن و شب رو بیرون برای خودشون سپری کردن و توی همین شرایط بود که برای خودشون خوابیده بودن و اصلا توی حال و هوای اتفاق خاصی نبودن، ساعت 4 صبح 26 می ماه 1908 با صدای مهیبی از خواب بیدار شدن. بله، صدای نفتی بود که توی منطقه فوران کرده بود و به ارتفاع 50 فوت به روی هوا رفته بود و اینجوری بود که منطقه تفتان و همون منابعی رو که آقای دارسی بعد از اون همه مدت روش تلاش کرده بودن به نفت رسید. حالا میخوام یه نکته جالب بهتون بگم. همون جایی بود که ایشون، یعنی دولت برمه، قراردادش رو کنسل کرده بود و ایشون داشتن آقای دارسی کارشون رو میکردن. فقط 2 روز مونده بود تا اون قرارداد ننگین 7 ساله رضا شاه به پایان برسه. چه خوش‌شانسی از این بهتر. دولت برمه که از اون ور قراردادش رو باطل کرده بود و از این ورم 2 روز دیگه مونده بود و تو همین شرایط بود که آقای دارسی و دولت انگلیس به نفت رسیدن. خب از اینجا به بعد بود که قصه جدیدی آغاز شد. آقای دارسی تو این شرایط بعد از اینکه این همه هزینه کرده بودن و این همه تلاش کرده بودن، 7 سال روی پروژه نفت ایران داشتن کار میکردن و تمام پولشون رو از دست داده بودن، یه غرامت خیلی خوب گرفتن از همین فروش نفت. ایشون 895 هزار پوند، معادل تقریبا 35 میلیون پوند حال حاضر، 35 میلیون پوند غرامت گرفتن بابت همه اون شرایط و تمام پروسه‌ای که اتفاق افتاده بود و ایشون تونستن ثروت از دست رفته‌شون رو به دست بیارن و کلی هم ثروت کسب بکنن. چیکار کردن؟ اومدن چیکار کردن؟ اولین شرکت نفتی که تو ایران داشت به صورت کاملا جدی و دولتی و بسیار مجهز کار میکرد و تأسیس کردن به اسم شرکت نفت انگلیس. تمام اون مدتی که ایشون داشتن رو پروژه نفت کار میکردن فقط و فقط داشتن بهره برداری میکردن. چرا؟ چون خودشون شده بودن رئیس این شرکت نفتی. خب تو همون هولوش و تو همون شرایط و حال و هوا برای مردم ما هم اتفاق خوبی افتاد. یک صنعتی توی ایران راه افتاده بود و خب طبیعتاً میدونید که تو جلسات اولیه گفتم سال 1908 اولین چاه نفتی و و و اینا رو قبلا خیلی گفتم. اونجا بود که سرآغاز نفتی شدن و صنعتی شدن نفت ایران شکل گرفت. خب 2500 تا کارگر رو ایشون سر کار آورده بودن و میزان زیادی سرمایه داشت. توی همون شرایط تو مناطق مختلف جنوبی ایران میچرخید و خیلی برای رونق ایران مخصوصا مناطق جنوبی عالی بود. حدود 10 مایل مربع منطقه‌ای بود که این شرکت، یعنی شرکت نفت انگلیس، داشت ازش بهره برداری میکرد و فرصت بسیار بالایی داشت. حالا این شرکت قرار بود که نفت استخراج شده رو یه جایی بفرسته تا بتون ازش استفاده کنه. بعد یه جایی میفرستاد که نزدیک آب می بود. کجا بهتر از
آبادان. آبادان جایی بود که با 138 مایل لوله نفتی نفت رو از تفتان می گرفت و شروع می کرد به پالایش کردن. و اینجا بود که پالایشگاه نفت و یا تسویه خونه نفت توی منطقه آبادان افتتاح شد و شروع کرد به کار کردن. پروسه ساخت این تسویه خونه و پالایشگاه نفت آبادان که قرار بود نزدیک رود کارون باشه و به آب نیاز داشت تقریبا 2 سال به طول انجامید، از سال 1910 تا سال 1912. بعد از 2 سال پروژه‌ای که داشت به نتیجه میرسید، روز اول جولای 1912 قرار بود که این پروژه افتتاح بشه و تسویه خونه راه بیفته. اونجا تمام کارگرها که کار میکردن، یا بهتره بگم خیلی تعداد زیادیشون، برمه‌ای بودن و کارشکنی میکردن. و اینجا بود که روزی که قرار بود این پروژه، یعنی پروژه تسویه خونه یا پالایشگاه نفت آبادان افتتاح بشه، پروژه شکست خورد و نتونستن تسویه خونه رو راه بندازن. تا اینجا شو گوش کردید؟ از اینجا به بعدش شاید براتون خیلی جذاب‌تر بشه. هر روز دارم اطلاعات بیشتری رو راجع به حرکت‌هایی که توی ایران اتفاق افتاد، چه راجع به نفتش، چه راجع به بحث‌های سیاسی اقتصادی، حالا دونه دونه بهتون میگم. می‌خوایم یواش یواش بیایم و برسیم به پروسه اجرایی شدن تمام اون اتفاقات خوبی که برای ایران و نفتش افتاد و بعدم شاید حواشیش. پس با من همراه باشید تا جلسه بعدی راجع به این صحبت بکنیم که بعد از این چه اتفاقی افتاد و چه شکلی شد که پای افراد نامدار و ثروتمند زیادی به پروسه نفت ایران کشیده شد و ایران چقدر تحت شعاع دولت‌های مختلف و کشورهای مختلف قرار گرفت برای تولید نفتش. مرسی که همراه من بودید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتون.